سلام دوستان، امیر افشاری هستم با دوره‌های آموزشی فارکس حرفه‌ای در خدمتتون. موضوع جلسه 308 نحوه خرید و فروش در بازارهای اسپات و مارجین. این ویدیو تقریبا جامع و اکثر صرافی‌ها رو در بر می‌گیره، ولی برای نشون دادن صفحه سایت از سایت صرافی کوکوین استفاده می‌کنه. با استفاده از لینک موجود در توضیحات مستقیماً وارد صفحه ثبت نام میشیم. این مراحل یعنی مرحله ثبت نام و افزایش امنیتتون رو انجام بدید. در جلسه 306 کامل بهش پرداختیم. شما میتونید با استفاده از کانال ما در یوتیوب و آپارات این جلسه رو ببینید و از اون استفاده کنید. خب بعد از اینکه وارد حسابتون شدید، با آوردن موستون بر روی ترید و کلیک روی اسپات تریدینگ وارد صفحه ای میشیم که امروز قرار راجع بهش صحبت بکنیم. میبینید که در بخش خرید و فروش همونطور هم که قبلا گفتم به رمز عبور یا همون تریدینگ پسورد نیاز داره. پس دوباره تاکید میکنم حتما رمز عبور خودتون رو به خاطر بسپارید و اون رو در جایی یادداشت و ذخیره کنید. خب بعد از وارد کردن رمز عبور میبینید که این بخش باز میشه و میتونیم ازش استفاده کنیم. در بالای این بخش اسپات، مارجین و فیوچر رو میبینید که امروز قرار راجع به دو مورد اول صحبت کنیم. خب در این قسمت بخش های لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت و با زدن این دکمه در کنارش میتونید گزینه استاپ مارکت رو هم ببینید. در حال حاضر روی گزینه لیمیت قرار داره و پایینش دو کادر پرایس یا قیمت و اماونت یا میزان رو میبینید. خب اول به تعریف این موارد میپردازیم. بخش اول بخش لیمیت. حالتی که شما برای خرید رمز ارز مورد نظرتون قیمت پیشنهادی خودتون رو میدید. مثلا قیمت فعلی بیت کوین 38000 دلاره. ولی شما سفارش خودتون رو به این شکل میذارید که میخواید 5 بیت کوین بخرید ولی با قیمت 36000 دلار. خب بعد از اینکه سفارشتون رو انجام دادید، منتظر میمونید تا فردی پیدا بشه که قصد فروش بیت کوینش رو خیلی سریع داشته باشه و بخواد قیمت پایین‌تر مثل 36000 دلار بفروشه که بیت کوینش سریع‌تر به فروش برسه. به محض پیدا شدن چون این فردی، صرافی این فرایند رو برای شما انجام میده. خب حالا رو توی سایت من به شما این قضیه رو توضیح میدم. اینجا در کادر اول یعنی پرایس یا قیمت، قیمت پیشنهادیتون رو که 36000 دلار بود رو وارد میکنید و در کادر دوم میزان ارزی که میخواهید بخرید رو وارد میکنید که شما 5 بیت کوین قصد خرید داشتید و در انتها گزینه بای بی تی سی یا خرید بیت کوین رو میزنید. حالا حالت بعد که برای فروش رمز ارز مورد نظرتونه قیمت پیشنهادیتون رو میدید. مجدد بیت کوین رو در نظر بگیرید با قیمت 38000 دلار. شما میخواین دو تا بیت کوین خودتون رو با قیمت 39000 دلار بفروشید. حالا این کارتون میتونه دلیلش این باشه که احتمال میدید قیمت بیت کوین افزایش داشته باشه، پس منطقاً اون رو با کمی افزایش قیمت میفروشید. خب حالا مجدد این توضیحات رو داخل سایت نشونتون میدم. اینجا در کادر اول یعنی پرایس یا قیمت، قیمت پیشنهادیتون که 39000 دلار بود رو وارد میکنید. همینطور داخل کادر دوم میزان ارزی رو که میخواید بفروشید وارد میکنید که شما قصد فروش دو تا بیت کوین رو داشتید و در انتها گزینه سل بیت کوین یا فروش بیت کوین رو میزنید. خب این بخش لیمیت. حالا بخش بعد یعنی مارکت. در این بخش شما فقط با یک کادر یعنی اماونت یا میزان روبرو هستید و کادر پرایس یا قیمت رو خود سایت براتون بر اساس قیمت بازار پر میکنه. ولی اینجا در کادر میزان شما میزان ارز دیجیتالی رو که حالا قصد فروش یا خرید داشته باشید رو وارد نمیکنید. مثلا در حالت خرید شما در کیف پولتون مبلغ 14000 دلار رو دارید و میخواید باش بیت کوین بخرید. در کادر میزان
مبلغ 14000 دلار رو وارد می‌کنید با این دستور که با مبلغ من هر مقدار بیت کوین که ممکنه با قیمت فعلی بازار بخر و با در نظر گرفتن بیت کوین 38000 دلار صرافی برای شما 3700 بیت کوین خریداری می‌کنه. خب حالا این توضیحات رو در سایت دوباره نشونتون میدم. اینجا در کادر اول یعنی پرایس یا قیمت میبینید که بر اساس قیمت بازار تنظیم میشه و شما قادر به تغییر این قیمت نیستید. در کادر دوم مبلغی که قصد خرید با اون رو دارید رو وارد میکنید و در انتها گزینه بای بیتیسی یا خرید بیتکوین رو میزنید. در حالت فروش هم به همین صورته، فقط اینجا در کادر میزان باید میزان بیتکوینی که قصد فروشش رو دارید بنویسید و گزینه سل بیتیسی یا فروش بیتکوین رو میزنید و سایت اون بیتکوین رو با قیمت بازار برای شما به فروش میذاره. خب اینم از قسمت مارکت. قسمت بعد یعنی استاپ لیمیت. در این قسمت شما سه کادر برای پر کردن دارید که باید معنی هر کادر رو بدونید. من اینجا قصد دارم با مثالی بهتون معنی کادرها رو توضیح بدم، چه در بخش خرید و چه در بخش فروش. مثلا بیتکوین رو در نظر بگیرید که قیمتش در حالت افزایشه و ما میخوایم بیتکوین بخریم. در کادر اول یعنی استاپ پرایس مثلا قیمت 41000 دلار رو میذاریم. در کادر دوم یعنی پرایس قیمت 41500 دلار رو میذاریم و در کادر آخر میزان بیتکوینی که میخوایم بخریم مثلا 2 بیتکوین رو میذاریم. حالا معنی این معامله خریدمون رو بهتون توضیح میدم. دستوری که ما به صرافی دادیم چی بود؟ همونطور که قیمت بیتکوین در حالت افزایشه، وقتی که قیمت بیتکوین به 41000 دلار رسید برای من 2 بیتکوین رو با قیمت 41500 دلار بخر. حالا چرا قیمت خریدمون رو یکم بالاتر میگیم؟ چون وقتی که قیمت بیت کوین روند رو به رشد داره، ممکنه صرافی دقیقاً روی قیمت 41000 دلار نتونه قیمت رو براتون ببنده و بیت کوینتون رو خریداری کنه و معاملتون کنسل میشه. پس قیمت رو کمی بالاتر در نظر میگیریم که معامله خریدمون حتما انجام بشه. دقیقاً برعکس همین موضوع رو برای فروش داریم. یعنی مثلا اعدادی که برای صرافی میدیم به این صورته. در کادر اول یعنی استاپ پرایس مثلا قیمت 35000 دلار رو میذارید. در کادر دوم 34500 دلار رو میذارید و در کادر آخر میزان بیتکوینی که میخواید بفروشید مثلا 2 بیتکوین رو میذاریم. با فرض اینکه قیمت بیتکوین روند نزولی داره، این دستور رو میدیم به سایت که هر وقت قیمت بیت کوین از 38000 دلاری که بوده به 35000 دلار رسید، بیت کوین های منو با قیمت 34500 دلار بفروش. علت کمتر بودن قیمت فروشمون هم مثل علت قبلیه، چون ممکنه صرافی نتونه با توجه به روند نزولی قیمت دقیقاً داخل همون قیمت بیت کوینامون رو به فروش برسونه. این سه تا قسمتی که تا اینجا توضیح دادم توی همه صرافی ها کاملا مشابه و هیچ تفاوتی با هم ندارن. قسمت بعد یعنی استاپ مارکت. این قسمت در بعضی از صرافی ها مثل کوکوین وجود داره. دقیقا توضیحات این بخش مشابه با بخش استاپ لیمیته، با این تفاوت که کادر دوم که مربوط به قیمتی بود که صرافی خرید شما رو با اون انجام میداد دیگه بسته شده و این بخش رو صرافی برای شما با بهترین قیمت بازار در نظر میگیره و خرید شما رو انجام میده. خب همه این توضیحات و بخش ها رو برای قسمت اثبات گفتیم. میرسیم به بخش مارجین. تو حالت مارجین هم ما همه این بخش ها رو داریم و همونطور که گفتم سه بخش اول هم برای همه صرافی ها تو حالت مارجینشون هم کاملا مشابهه. تنها تفاوت بخش مارجین پول قرض گرفته شده برای خرید و فروشتونه که شما با قرض گرفتن این پول میتونید با مبلغ بالاتری معاملات خودتون رو انجام بدید. ولی دقت داشته باشید
که اگه تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال شدین از این قسمت ترجیحاً استفاده نکنید تا زمانی که اطلاعاتتون به حد کافی برسه. در ابتدا به این موضوع توجه کنید که شما میتونید ارزهایی رو قرض بگیرید که در این قسمت صفحه ضریبی کنارشون نوشته شده باشه، مثلا 10x یا 5x و یا هر ضریب دیگه ای. اگه ضریبی کنارشون نباشه یعنی اون ارز قابلیت استفاده ازش توی بخش مارجین وجود نداره. یکی از تفاوت‌های این بخش یعنی بخش مارجین با بخش اسپات و همینطور میشه گفت یکی از مزایای صرافی کوکوین داشتن دو گزینه است، گزینه آتو بارو و آتو ریپی، یعنی گزینه قرض گرفتن خودکار و پس دادن خودکاره. چون به هر دلیلی اگه شما بعد از قرض گرفتن پول به صورت غیر خودکار فراموش کنید که پول رو پس بدید، به ازای هر یک روزی که پول رو نگه می‌دارید باید کارمزدی رو پرداخت کنید. پس گزینه آتو ریپی میتونه گزینه مناسبی باشه برای این بخش. خب به پایان جلسه 308م از دوره آموزشی فارکس حرفه‌ای رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. پیروز و سربلند باشید.